سلام، عرفان سلیمی هستم با دهمین قسمت از نقد ترانه، این بار در فصل تازش زن زندگی آزادی، در خدمت شما مجددا. در گذشت پیروز این یوز ایرانی نماد صلابت، قدرت و افتخار میهنم رو خدمتون تسلیت عرض میکنم. این دومین برنامه‌ای که به پیروز عزیز تقدیم میشه و امیدوارم که این اتفاقات باعث نشه از هدفی که داریم ناامید بشیم و دست در دست هم باید بدیم تا برسیم به اون قله افتخار و آزادی و موفقیتی که چند ماه به طور جدی تر مد نظرمونه. شبانه یک و شبانه دو همکاری فرهاد شادروان، فرهاد مهراد با شادروان احمد شاملو، شاعر بزرگ، نویسنده بزرگ، با موسیقی اسفندیار منفردزاده ترانه‌اش براتون نقل میکنیم. احمد شاملو بیشتر در سبک خودش، در سبک شعر آزاد، در واقع ترانه که چه ارز کنم مشغول بوده، اما چند تا ترانه در واقع سروده که دوتا از شاخص‌ترین‌هاش همین شبانه یک و دو هستن. لحنی که احمد شاملو برای ترانه داشت برخلاف آنچه که در شعر ازش استفاده میکرد، که حالا شاید یک مقداری پیچیدگی هایی هم داشت، در ترانه به شدت ساده مینوشت و همیشه به ترانه میگفت کلام کوچه، کلام کوچه و بازار. و از لحنی که در ترانه‌اش هست، حالا براتون میخونم، کاملا مشخصه که چرا این نام رو برای ترانه انتخاب کرده و چرا خودش اینگونه می نوشته. شبانه یک و دو، دوتا از آثار معترض، در این حال با زبان خیلی ساده، اما دوتا از آثار معترض فرهاد هستن، دوتا آثار معترضی که به زبان خیلی ساده ای ترانه هاش نوشته شده، برعکس یک سری از ترانه هایی که فرهاد مخصوصا از شهریار قنبری خونده که اونا ترانه های حالا شاید این مقدار جدیتر به لحاظ کلمه است، نه به لحاظ مفهوم، که تمام کاری که فرهاد اجرا میکرد جدی بود. حالا ترانه براتون میخونم، در این سادگی داره مفاهیم خیلی عمیقی رو از وضعیتی که در اون دوره شاعر زندگی میکرده، دیدی که داشته به جامعهش و در واقع تصویری که داشته برای این که به آزادی برسه، در واقع میخونیم میبینیم که چقدر این سادگی در کلام وجود داشته، در عین این که مفاهیمی که داشته انتقال میداده و در انتقال میده کاملا عمیقه. و من خودم در ترانه به این موضوع بیشتر اعتقاد دارم تا حالا پیچیدگی های کلامی. کوچه ها باریکن، کوچه ها باریکن، دکونا بسته است، خونه ها تاریکن، تاغا شکسته است، از صدا افتاده تار و کمونچه، مرده میبرن کوچه به کوچه، نگاه کن مرده ها به مرده نمیرن، حتی به شمع جون سپرده نمیرن، شکل فانوسی هن که اگه خاموشه واسه نفت نیست، هنون یه عالم نفت توشه. جماعت من دیگه حوصله ندارم، به خوب امید و از بد گله ندارم، گرچه از دیگرون فاصله ندارم، کاری با کار این قافله ندارم. این ترانه شبانه یک روی ملودی نوشته شده. اگر دقت کنید این دکونا بسته است، این همون دکانه، در واقع نیمده مثلا برسه به این که حالا مغازه ها، کری کری مغازه ها پایین، اینا خیلی عام، اونطوری که در واقع شاید کم سوادترین مخاطبی که اگر این ترانه این کار رو بشنوه بتونه باش ارتباط برقرار کنه. تاغا شکسته است، قدیم کمتر میگفتن شکسته، میگفتن شکسته، یا واسه نفت نیست هنو. این هنوه باز هم میگم در دیالوگ افرادی بوده، در واقع این کلام در دهان افرادی میچرخیده که حالا بیشتر قشر عام جامعه بودن. در این حال شاملو با تمام احاطه‌ای که به ادبیات و شعر داشته این ترانه ها رو به این زبون مینوشته که ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کنه. میگه کوچه ها باریکن، دکونا بسته است،
خونه ها تاریکن، تاها شکسته است، وضعی که به نظر من بیشتر الان داریم ما تا زمانی که مثلا شاملو داشته این ترانه می نوشته، از صدا افتاده تار و کمونچه کاملا چیز بلایی که سر موسیقی اومده از 44 سال پیش تا به امروز، مرده می برن کوچه به کوچه. به نظر من این ترانه رو شاملو برای امروز ایران نوشت تا اون گذشته ای که درش زندگی می کرد که الان برای ما گذشته است، زمان حال حیات خودش، وضع الان ماست. نگاه کن مرده ها به مرده نمیرن، حتی به شمع جون سپرده نمیرن. یعنی یک جور اشاره میکنه به آدم هایی که هنوز حق زندگی دارن، هنوز حق حیات دارن، خیلی زودتر از اون چیزی که باید در واقع جونشون رو میگیرن و به مرگ طبیعی در واقع نمیمیرن، بیشتر جونشون رو میگیرن، نه اینکه خودشون در واقع به پایان حیات نزدیکن، به پایان حیات نزدیکشون میکنن در واقع. حتی به شمع جون سپرده نمیرن، یعنی حتی به شمعی هم نمیرن که به پایان رسیده باشه، انگار شمعی که فوت شده و شعلهش خاموش شده، شکل فانوسی هن که اگه خاموشه واسه نفت نیست، هنوز یه عالم نفت توشه، یه فانوسی که نفت توش هست هنوز زندگی داره. واقعا تشبیه تشبیه فوق‌العاده ایه، اما کسی نمیذاره که این چراغش روشن بشه. این فانوسه، این شمعه، این زندگی گرفتن نشان از اون خفقانیه که شاملو فکر میکرد در اون زمان وجود داره، اما الان ما به عینه داریم این قضیه رو در جمهوری اسلامی زندگی میکنیم. و چهار خط درخشان این کار: جماعت من دیگه حوصله ندارم، به خوب امید و از بد گله ندارم، گرچه از دیگرون فاصله ندارم، کاری با کار این قافله ندارم. حکایت بسیاری از اندیشمندا، آدمای فهیم مملکت ما، آدمهایی که شعور رو انتخاب کردن، آدمهایی که شرف رو انتخاب کردن، آدمهایی که شعار نمیدن، حوصله بحث با کسی ندارن، نه کسی رو دیگه بد خطاب میکنن نه خوب خطاب میکنن، تو ذهن خودشون میدونن چه خبره. مثل خیلی از جمعیت حداکثری خاموش ایران به ظاهر که همه پیش خودمون میدونیم که چه خبره، و دقیقا شاملو داشته تو اون نقطه زندگی میکرده. من دیگه حوصله ندارم، به خوب امید و از بد گله ندارم، گرچه از دیگران فاصله، یعنی هنوز دارم بین این مردم زندگی میکنم ولی کاری به کارشون ندارم. نه مردمی که مردم بدی باشن، اون عده‌ای که میخواستن با نادانی زندگی کنن، اون عده‌ای که میخواستن، همیشه میگم در مخصوصا در کشور جهان سوم ترجیح میدن که شما به فکرت مغز جلو نره، ترجیح میدن که شما به لحاظ فرهنگی فکری تحلیلی عقب افتاده باشی. در نتیجه شاملو در ترانش به سادگی اما به روانی و به زیبایی و این اندیشه رو در واقع بسیار زیبا انتقال میده. ملودی و تنظیم درخشان اسفندیار منفردزاده، اجرای بی‌نظیر فرهاد، شبانه رو به یکی از آثار مهم اجتماعی سیاسی ما بدل کرده. و به نظر من بعضی موقع بعضی از هنرجوها به من میگن که مثلا خب شاید اینجور اینقدر ساده و راحت نوشتن لوس میشه، شاید باید مثلا یه کلام سختری انتخاب بشه، اما نه، من میگم ترانه اینه. یعنی ما که نخواهیم خیلی همون مثلا به اندازه شاملو در ادبیات احاطه، به ادبیات احاطه داشته باشیم، به ادبیات مسلط باشیم، اون با این ژرف‌اندیشی میاد ترانه رو به این شکل می نویسه که ادامهش هم در شبانه دو به همین حالته، که به یک حالت قصه واری در واقع میاد شبانه دو یا یه شب مهتاب رو تعریف میکنه، که میگه یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگولی، باغ آلوچه، دره به دره، صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه شونه میکنه موی پریشون. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره ته اون دره، اونجا که شبا یکه و تنها تک درخت بید شاد و پر امید، میکنه به ناز دستشو دراز که یه ستاره بچه که مثل یه چیکه بارون، به جای میوش سر یه شاخش بشه آویزون. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره از توی زندون، مثل شب پره با خودش بیرون، میبره اونجا که شب سیاه تا دم سحر شهیدای شهر
با فانوس خون جار میکشن تو خیابونا سر میدونا. عمو یادگار، مرد کهنه، مرد کینه دار، مستی یا هوشیار، خوابی یا بیدار، مستی ما هوشیار، شهیدای شهر، خوابی ما بیدار، شهیدای شهر. آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کوه بالای دره روی این میدون، رد میشه خندون، یه شب ماه میاد. یک خواب کودکانه، یک تصویر به ظاهر کودکانه رو چنان تحلیل آزادی خواهانه و سیاسی درش روان میکنه که شما همون جور که در این درانه رو میخونین یا با صدای فرهاد و ملودی منفردزاده میشنوین، این یک قصه، این یک لالایی با شما همراهی میکنه و در این حال باز تکرار یه شب ماه میاد، یه شب ماه میاد، ما رو به این نتیجه میرسونه که تمام این ترس، سیاهی، وحشت، این خفقانی که در واقع برامون ایجاد شده از بین خواهد رفت. یه شب مهتاب، ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری، باغ آلوچه. یعنی این باغ انگوری، باغ آلوچه، این کوچه به کوچه رفتن نشان از یک رهایی، یک بیخیالی، یک کودکی زیبایی که شما در اون سن و سال خیلی ترسی از چیز نداریم. میگه این یه شب مهتاب، این ماهه که در واقع یه استعاره است از کسی یا اتفاقی که سبب ساز شادیه، این میاد منو در واقع به سمت رویاهام که حالا باغ انگوری، باغ آلوچه، از کوچه به کوچه رفتن، دره به دره، صحرا به صحرا، اونجا که شبا منو میبره، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد. چه عاطفه ای داره این ترانه. یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پرشون. تصویرسازی بی‌نظیره، تصویرسازی بی‌نظیره. یعنی میگه اینقدر که ما رو درگیر روزمره کردن، این اتفاق خوبه، این ماه میاد و دست منو میگیره، از کوچه پس کوچه های رویاهام رد میکنه و میرسونه به دیدن این تصویری که استعاره از همزمان هم عشق داره، هم آرامش داره، هم زیبایی داره. یه شب مهتاب، ماه میاد تو خواب، منو میبره ته اون دره، اونجا که شبا یکه و تنها. حالا بعد از اینکه باغ انگوری، باغ آلوچه و اون پریه ترسون لرزونه دیده شد، حالا ته اون در اونجا که شبا یکه و تنها، تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دستشو دراز، تک درخت بید دستشو دراز میکنه که یه ستاره مثل بارون بچه که روی شاخهاش به جای میوش از این ستاره آویزون بشه. چه تصویر سازی. یعنی ببینید، اگه بخوایم فقط به خاطر پیچیدگی و اینکه ما نشون بدیم مثلا در این ترانه میگیم کلام قلمبه سلمبه میگیم که نشون بدیم خیلی مثلا ترانه سرم خیلی احاطه داریم به این موضوع، اون هیچی به ترانه شما اضافه نمیکنه. چقدر ساده قرار بوده بگه این ماه میاد، من میبره ته اون دره، یه تک درخت بیده دستشو دراز میکنه، یه ستاره به چکه رو دستش که به جای میوه این ستاره از شاخش آویزون بشه. یعنی در واقع یه جور به جای اینکه درخت بار بده، ثمر بده، میوه بده، درخت بید که در واقع درخت عشاق هم هستش، ازش ستاره بچکه تو اون شب. چه تصویر خیال انگیز و شاعرانه ای و به همین راحتی گفتتش. حالا خیلی میگن اگه اینقدر راحت اینو گفته بشه لوسه. نه، ببینید در 50 سال گذشته این ترانه نوشته شده و 45-46 نه کمتر از 50 سال گذشته این ترانه نوشته شده، هنوز شما هر وقت چه به تنهایی میخونیش چه با موسیقی میشنوی، این لطافت، این تاثیرگذاری درش به شدت مشهوده. یه شب مهتاب، ماه میاد تو خواب، منو میبره از توی زندون. اینجا دیگه اجتماعی میشه، یعنی همون اتفاق خوب است که یه روز تمام اسرای دربند ما رو آزاد میکنه و به سمت زندگی میبره. منو میبره از توی زندون مثل شب پره، با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیاه تا دم سحر، شهیدای شهر با فانوس خون جار میکشن تو خیابون سر میدونا. چی جار میکشن؟ عمو یادگار، مرد کینه دار، مستی یا هوشیار، خوابی یا بیدار. در واقع میگه منو از زندون میبره و به جمع اون شهدایی میرسونه که قربانی شدن، مثل خیلی از بچه ها، آدم هایی که در این 44 سال قربانی شدن. و در واقع یک تصویر خیال انگیز که همه اینها دوباره زنده میشن و با در واقع با فانوس خون، یعنی
با حق خونشون در واقع حرکت میکنن و میگن عمو یادگار، مرد کینه دار، مست یا هوشیار، خواب یا بیدار، که برن سراغ اون، که بعد در جواب شاعر میاد میگه چون خودش از زندان ماه میارتش بیرون، میاد میگه مستیم و هوشیار شهیدای شهر، یعنی ما با شما این خوابی ما بیدار شهیدای شهر، آخر شب ماه میاد بیرون. یعنی این یک امید جمعیه، چیزی که من دارم برای شما عزیزانی که برنامه رو میبینین، برای شما کسایی که ایران آزادو میخوام میگم که یه شب ماه آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کوه، بالای دره، روی این میدون رد میشه خندون. این میدون کجاست؟ این میدون ایران ماست و در واقع این ماه که استعاره است از آزادی، آرامش، عشق، نشاط و خوشحالی پیداش میشه و چیزی نمونده که پیداش بشه و در نهایت میاد و تمام این 44 سال رخوت و ناراحتی و عذاب رو به زیبایی تبدیل میکنه. آنچه که در این دو ترانه دیده شد سادگی و در این حال استعاره های بسیار دقیق شاعرانه، در این حال قابل فهم و قابل درک. در واقع هنری بود که شاملو هم میتونست در ترانه انجامش بده، هم میتونست در شعر خودش در واقع با زبان شعر خودش و حتی خیلی از فیلم نامه هایی که مثلا زمانش در واقع فیلم میشه، خیلی از سناریوها رو خود شاملو نوشت، منتها نام خودش رو نمیزد بر اساس حالا اون فیلمی که ازش میخواستن. یعنی میدونین منظور نظر اینه، شاملو وقتی قرار بود با ترانه حرفش رو به گوش مردم برسونه سادگی رو انتخاب میکرد، وقتی با شعر قرار بود برسونه در واقع یه جور تعلیق تو کلامش میذاشت، وقتی هم قرار بود فیلمنامه نویسه حالا مثلا اون فیلم موفق بشه، یه فیلم تجاری پرفروش بشه، در واقع مردم شناس بود، المان مردم رو میدونست، انتخابهای مردم رو میدونست و میدونست هر انسانی با هر میزان فهم و سواد و نگرشی دنبال چه چیزیه و در واقع از زاویه دید اون مخاطب می نوشت و می سرود و در واقع خلق می کرد و به همین دلیلی که احمد شاملو یک جایگاه رفیع در ادبیات و شعر و ترانه این مملکت داره. خیلی از شاملو صحبت کردم، اجرای بی نظیر فرهاد مثل تمام کاراش و موسیقی درخشان و بیادماندنی منفردزاده هم در شنده شدن شبانه‌های 1 و 2 واقعا مؤثر بود. خیلی ممنونم که با نقد این دو ترانه در کنار من بودین. فردا در قسمت 11 ترانه دوست و دشمن با صدای مارتیک، ملودی حسن شمعی‌زاده و ترانه زهره زاکاریان رو براتون نقد میکنم. هر جا که هستین خدایا رو نگهدارتون باشه، با امید آزادی هرچه سریع‌تر.